معاون رئیس جمهوری ایران در گفتگو با یک رسانه ایرانی گفت که افغانستان یک دولت مستقر ندارد بل یک گروه در آن حاکم شده است. علی سلاجق معاون رئیس جمهوری ایران میگوید که گروه حاکم در افغانستان در بیشترین موارد کنار نمی آید و به همین اساس رایزنی های لازم با این کشور صورت نمی گیرد. از سوی هم ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری تایید کرده که در مورد حقابه هیرمند با مقام های امارت اسلامی به توافقات ابتدایی رسیده است. آقای کنعانی میگوید که اقدام های حکومت سرپرست در این زمینه یک اقدام اعتمادساز است و میتواند زمینه تقویت همکاری های دو کشور را در بخش های گوناگون تسهیل و گسترش بخشد. حمیرا یوسفی جزئیات میدهد. افغانستان یک دولت مستقر ندارد و به تعهدات زیست محیطی پابند نیست. علی سلاجق معاون رئیس جمهور ایران در گفتگو با رسانه ایرانی گفته که افغانستان یک دولت مستقر ندارد بل یک گروه در آن حاکم شده است. آقای سلاجق افزوده که گروه حاکم در کشور همسایه در بیشترین موضوعات کنار نمی آید و به همین دلیل رایزنی های لازم با افغانستان صورت نمی گیرد. افغانستان دولت مستقر ندارد که با مسئولان و مقامهای آن رایزنی‌های لازم صورت گیرد، بلکه مجموعه هستند که بر این کشور حاکم شدند. ایران و افغانستان توافقنامه‌های فی مابین دارند که هیئت حاکمه کنونی این کشور گاه کنار نمی آید و همین موضوع بر چالش‌های زیست محیطی افزوده است. ایران با افغانستان همواره از سیاست دوگانه کار گرفته. این یک واقعیت است که در افغانستان حکومتی که موجود است مشکلات ملی و بین المللی داره، مشروعیت بین المللی را تا به حال کسب نکرده، اما ایرانی‌ها بر بنیاد منافع خودشان عمل میکنن، هرگاه منافعشان ایجاب کنه تایید میکنن، اگر منافعشان نباشد رد میکنن. از سوی هم ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری تایید کرده که در مورد حقابه هیرمند با مقامهای امارت اسلامی به توافقات ابتدایی رسیده است. آقای کنعانی میگوید که اقدامهای حکومت سرپرست در این زمینه یک اقدام اعتمادساز است و میتواند زمینه تقویت همکاریهای دو کشور را در بخشهای گوناگون تسهیل و گسترش بخشد. باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع داشتیم. در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند، همونطور که بارها رسما اعلام کردند که ما به حقابه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر معاهده 1351 اعتراف داریم و اون رو به رسمیت میشناسیم. آگاهان به این باورند که برای ریشه‌کن‌سازی این موزل میان ایران و افغانستان و به دلیل تغییرات اوضاع جوی بازنگری در مورد قرارداد هیرمند صورت گیرد و مقام‌های افغانستان هم موضوع خشکسالی در کشور را باید در اولویت قرار دهند. باید این مسئله ریشه‌ای حل شود و حل ریشه‌ای عبارت از مسئله بازنگری برای قرارداد و قرارداد هیرمند است. برای اینکه شما میفهمید که او قرارداد حال گذشتن و در پالوش هم تغییرات جوی و تغییرات آب به وجود آمده و تغییرات سیاسی هم به وجود آمده و باید دوباره بازنگری شود. این در حال است که چند پیش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مقامهای امارت اسلامی هشدار داده بود که موضوع حقابه هیرمند را باید جدی بگیرد. خواستیم دیدگاه امارت اسلامی را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش موفق به این کار نشدیم.